بسم الله الرحمن الرحیم. با تصحیح مشق هنرجوی گرامی در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین نکته‌ای که میگیم در مورد کاف کوفی هست که این قسمتش اگر دقت کنید و من تصویر رو یه خورده زوم کنم میبینید که یک قوس سنگینی به اینجا داده شده. خب نیاز هم نداشتیم که این کار رو بکنیم. دومین نکته که باید بگیم اینه که باید از این زاویه شروع میشد، نه از اینجا. این دهنه خیلی باز هست. و سومین نکته که اینجا تا اینجا فاصله زیاد شده و از اینجا تا این قسمت نون باید دو نقطه فاصله میشد، یعنی ما از اینجا باید نون رو مینوشتیم. این فاصله کاف تا نون باعث میشه که کلمه یه خورده نازیبا بشه. ببینید اینجا این کاف که حرکت کرد، همینجا دو تا نقطه قلم نه دیگه عبور نمی کنیم، از دو تا نقطه دیگه عبور نمی کنیم. اینجا نون متصل میشه، نقطش هم نیارید داخل نون، بیرون بگذارید. این کاف گفتم زاویهش رو از اینجا بگیرید، پرقوس هم نگیرید. این کاف کوفی است در خط نسخ. عبارت لولی یک، این فاصله خیلی زیاد شده، باید یک کمتر بگیرید. با بتونم خیلی بزرگ گرفتید این قسمتش، جمعتر. دست قوی دارید، یه خورده ملایمتر و آرامتر بنویسید. این قسمت زیاد از حد به سمت چپ رفته. اینا دیگه نیاز نیست با قلم بنویسیم. وقتی که مثلا میگیم اینجا فاصله زیاد شده، این دیگه چه با قلم بنویسیم چه ننویسیم، اینجا یه نکته نظری هست که شما بایستی اطلاع پیدا کنید که بتونید دقیق بعد رعایت کنید. کلمه الحجت ابنه، این قسمت ها رو دقت کنید. اینجا ما اگر یه الف بیاریم بیرون، تقریبا یه خط بکشیم، اینجا یه لا به ما میده. حالا ببینید این شکلی که نوشتید شده یا نه. نکته بعدی این که این ه یا این ت گرد، این ت آخر، اینجا دو نقطه قلم نه بیشتر نمیشه دیگه، بیشتر نگیرید. این هسته بزرگ میشه، کلمه زشت میشه. داخل نونهاتون هم این فاصله خیلی زیاده، نهایتا میشه سه نقطه. ببینید این دیگه نون شما بزرگتر از این نباید بشه، یه خورده بزرگ مینویسید. هر جا که نون هست، حالا چه کلمه الحسن چه بقیه کلمات، اینا یه خورده دارید. این دندانه ها رو من براتون می نویسم، دندانه حسن. اینا باید قشنگ برجستگیش مشخص باشه، من اینو براتون با قلم نمی نویسم. کلمه صلوات و که این سادش تو دست شما حالت نستعلیقی داره. نستعلیق نویس ها وقتی که شروع میکنن به خط نسخ، یکی از چیزهایی که یک کمی رو اعصابشون همین ساده. نستعلیق نویس دوست داره ساده اینجور بنویسه، خب ساده هم همین جوره. اما توی نسخ باید ساده خابیده بنویسه. این زمان میبره که شما باش اونس بگیری و کلن براتون معمولی بشه. هرچی بیشتر تمرین کنید زودتر براتون معمولی میشه. اینو اگر الان دقت کنید و هیچ وقت دیگه مبتلا نشید، یه قدم بزرگی برداشتید. چون این اگر که زیاد تمرین نکنید به خاطر اینکه توی نستعلیق زیاد کار کردید، این همیشه تو ذهنتون پیشفرض این هست، مگر اینکه توی خط نسخ تمرین کنید که وقتی نسخ می‌نویسید پیشفرض ذهن شما این بشه. یه خورده ساعت باید خابیده تر بشه، یعنی اینجوری باید می‌شد. خب زیر واو هاتون حواستون باشه این کلیتش درسته، اما جمع‌تر. نقطه ها در خط نسخ دیگه یادتون نره ها، این نکته یادتون باشه. توی خط نسخ برخلاف نستعلیق به اندازه یه پوست پیازی بین نقطه ها فاصله باید باشه. چیزی به نام چسبیدن نقطه ما نداریم، چه نقطه عمودی چه نقطه افقی. اینا بینشون یه فاصله‌ای باید باشه، فاصله زیاد هم نباید باشه، باید به اندازه یه پوست پیازی، به تعبیر استاد ما جناب استاد بخشی، یه فاصله خیلی کم حداقلی باید باشه.
علیه خوب نوشتید، این هش خیلی دراز و طولانی شده، هستشم بزرگه. اینجا ببینید دو نقطه قلم نی بگذارید، بقیهش اضافی. کلمه علا هم اینجا، این حرکت برگشته یکم زیاده، این قدش زیاده، از اینجا باید میرفتید جمع‌تر و خیلی شکیل‌تر میشود. خب ماشاءالله قوت دست شما زیاده، باید دقتتون توی اجرای مفردات. ببینید این چقدر قشنگه، واقعا خیلی زیبا هست. یه خورده بزرگه ولی خیلی قوی و پرقدرت نوشتید، خیلی زیبا هست. این قسمت توی کلمه آبائهی و اینجا، اینا رو یه کمی روی الگو باید بیشتر نگاه کنید. بازم میگم این بزرگه، این هسته بزرگه، بزرگی چشمان این ه انقدر زیاده که میشه باش دو تا ه نوشت، خیلی بزرگه. اصلا این کل مشق شما هرچی هم عیب داشت بشه به اندازه یه دونه حاضهی عیب نیست، خیلی عیب این به چشم میاد، بزرگ نوشتید. وقتی که دندانه های کلمه الحسن رو گفتم دیگه اصائه هم همون جور بنویسید. بنابراین تو اون فیلمی که قراره براتون بگیرم حواستون باشه کلمه الحسن و اصائه اینا مثل همن. اگه اینو جمع‌تر می نوشتید این خیلی قشنگ می شد. فی هایی که به صورت کشیده می نویسید، این اگه دراز شد تو این قسمت دوچار مشکل می شید. حواستون باشه این به اندازه معمولی خودش قوس بگیره، که وقتی میخوایم اینم قوس بدیم دیگه اگر این زیاد شد مجبوریم اینجا قوس سنگین تر بدیم، خب کلمه زشت میشه. پس اینم به اندازه خودش قوس بدید، این زیاده. و شما یه حرکت اینجوری هم دارید، ما اینو نداریم. ببینید توی خط نسخ شما اومدید کار کردید اینجوری ها، این حرکت این شکلی که الان اینجا رفتید اینو ما نداریم. ببینید اینجا این قسمت خیلی کمه، شما اومدید بهش قد بها دادید که رسما دو نقطه رفتید جلو، اینطوری نیست. کل هم بالا دیگه توضیح مفصل دادم، اینجا دیگه توضیح نمیدم، فقط دقت کنید که این خیلی بلنده و کج هم هست، هم بلنده هم کج. وابهاتون بزرگه، وابهاتون بزرگه، یه خورده باید جمع‌تر بنویسید، یه خورده باید دقت کنید. این کلماتی مثل ولیان اینا همگراهن، این باید گرایش داشته باشه به این، این دوتا باید به هم گرایش داشته باشن. در خط شما این دوتا با هم قهرن، هر که داره راه خودش میره، این داره میره این بر، اینم داره میره این بر، اینا همگرا هستن. همگرایی یعنی اینکه اینا در یک نقطه‌ای به هم میرسن، یعنی اینجور که شما نوشتید اگر که اینا بخوان همگرا باشن یعنی ادامش که بدیم بالاتر اینا باید به هم برسن. برای شما ادامه بدیم اینا دیگه هر کدومش توی شهری میاد، این میره یه شهری، این میره یه شهری. خب حافظا طول این یه نقطه اضاف گرفتید، فاصله اینجا زیاده، اینقدر از این فاصله رو باید بردارید تا این کلمه برسیم به قسمت بعدیشی، که دیگه حالا اشکال بعدی اینه که این هسته بزرگه، هسته بزرگه، تا هم خابیده باید بنویسید که ننوشتید. الان تا به اندازه طبیعیش همینه که من نوشتم، اینا دیگه بزرگیشه. قاعده خوبه اما این دالتون ببینید باید از اینجا می اومدید میرفتید به این سمت، شما دوباره اینو کج گرفتید. الف هاتون توازی نداره، این قسمت هم گفتم مشق نظری باید بکنید، سادتون باید خوابیده باشه، هستشم کوچیکتر. دست قوی دارید و باید مشق نظری و عملی زیادی داشته باشید که انشالله خطتون زود تغییر کنه. دلیلا طول این قسمت رو زیاد گرفتید، اینقدر نه، اینقدرش بردارید. حتی اینجا که میایید دیگه نمیخواد اینو قوسش بدید، به این سمت حرکت کنید. این شما اومدید این کارش کردید، این دوتا رو با هم مقایسه کنید. اینم
افقی نرید. ببینید این شیب داره. این توسکنهو هم مثل کلمه از ساعه و مثل کلمه الحسن وقتی که فیلمشو دیدید دیگه اینم باید اصلاح کنید. کاف کوفیتون اینجا بلنده، یه خورده از حد خودش بلندتر شده، باید اینجا این کلمه رو تمام بکردید. حیاتون بزرگ بنویسید، اینا خیلی بزرگه. کلمه ارزکه باز مشکل توازی الف داره که این الف شما به لحاظ یک خط عمودی اینقدر این کجه، بقیه هم دیگه کج شده. خب اینا مشکل ایجاد میکنه. توازی الف ها در خط نسخ اگر رعایت نشه شما 100 صفحه کتابت هم که بنویسید جذاب نمیشه. باید این مشکل رو حل کنید. یه ویدیوی من دارم تو یوتیوب، اگر بتونید پیداش کنید، موازی بودن الف ها در خط نسخ یا توازی الف ها در خط نسخ. اگه بتونید اون ویدیو رو نگاه کنید، من اونجا کامل مفصل توضیح دادم چه کار باید کرد. این توعا بزرگه ولی خب نسبت به اونا خوابیده تر و قشنگ تره. این سر اینم قشنگ شده، خوبه، نسبتاً خوبه. این الفاتون اینقدرش بلنده، الف بالا روندتون اینقدرش بلنده. این تومته او، این دهنه خیلی باز شده. ببینید اینجا که میایید این ارتفاع رو دیگه زیاد نگیرید. این ارتفاع رو شما اینجا زیاد گرفتید. اینم بزرگه. اگه دقت کرده باشید چندین بار گفتم حیاتون بزرگه، یعنی یه دونه یاد بگیرید که دو نقطه‌ای بنویسید چندین اشکال از خط شما برطرف میشه. این ه رو من براتون باید ویدیو بگیرم، ولی همینجا نکته‌ای که لازم هست من براتون بگم، تو ویدیو با دقت بیشتر نگاه کنید. ببینید ه رو به این شکل بنویسید، این قسمت یه خورده خابیده باشه، توی خط شما یه خورده افتاده هست، داره به سمت پایین میفته. اینم جواب اون حرکت قبلیه. اگه اینو شما آویزون گرفتی دیگه اون بعدی نمیتونید، هر کارش کنید دیگه قشنگ نمیشه. حتما اولین قدمتون این باشه که این با این زاویه نوشته بشه که این میاد جوابش میده، در مجموع با هم حالت نسخی داشته باشه. این خط شما میتونیم بگیم هش حالت سلسی داره، انگار تو خط سلسه، تو نسخ اینطوری نیست. طویلا هم تش هستش بزرگه و این قسمت زیر له هم یه خورده بزرگه. خب امیدوارم این نکاتی که خدمت شما گفتم براتون مفید واقع بشه. پس من دو تا ویدیو باید برای شما بفرستم، اون دو تا ویدیو رو هم نگاه کنید و انشالله برای مشقای بعدی با دقت بالاتری کارتون رو اجرا کنید. انشالله که موفق و پیروز باشید.